چی باسم قریبه، همه چی رنگ فریبه. معصومه ددبالا معروف به هایده، متولد 21 فروردین 1321 در خیابان عین‌الدوله تهران بود و تنها یک خواهر کوچکتر از خود به نام محسی داشت. همانطور که از نام خانوادگی ترکی او مشخص است، پدرش اهل تبریز و مادرش از ترک‌های مهاجر از کشور بلغارستان بود. برای اینکه بیشتر با این شخصیت آشنا بشین تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. ولی قبلش از زیر همین ویدیو لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید با خبر بشید. مادرش خانم زینب بلغاری مولودی خان سفره‌ها و مراسمات مذهبی بود و هایده به همراه خواهرش اغلب در کنار مادر در این مراسمات مولودی خانی می‌کردند. هایده در سال 1334 وقتی 13 ساله بود ازدواج کرد که ثمره اون سه فرزند به نام‌های کامران، کیوان و یک دختر به نام خانم کیانوش شد. کامران فرزند بزرگش رو در 14 سالگی به دنیا آورد و آن زمان آنقدر کم سن و سال بود که مادر بزرگش در فرزندداری به او کمک می‌کرد. این دو خواهر به خاطر صدای دلنوازی که داشتند تشویق شدند وارد عرصه موسیقی شوند. به همین خاطر ابتدا به کلاس‌های موسیقی اکبر گلپایگانی رفتند. به این ترتیب در سال 1342 محسی به پرویز یاحقی و مدتی بعد هایده به علی تجویدی معرفی شدند تا مسیر یادگیری رو حرفه‌ای طی کنند. هایده به خاطر مخالفت شوهرش 3 سال دیرتر از خواهر کوچکترش فعالیت خودش رو شروع کرد. او اولین بار سال 1347 وقتی 26 ساله بود ترانه آزاده با آهنگسازی علی تجویدی رو در رادیو تهران اجرا کرد که این شروع فعالیت حرفه‌ای او بود. هایده از سال 1350 شروع به خواندن ترانه‌های پاپ با آهنگسازی انوشیروان روحانی، فریدون خوشنود و غیره کرد که ترانه‌های نشانه، بزنتار، سوغاتی و گل سنگ باب جدیدی در موسیقی ایرانی باز کرد. صدای هایده به لحاظ زیبا شناختی با صدای آوازخوان دیگر موسیقی ایرانی دلکش که از وی قدیمی تر بود مقایسه می شد. هایده به همراه خواهر و مادرش 7 شهریور 1357 پس از انفجار در سینما رکس آبادان به لندن نقل مکان کردند و با وقوع انقلاب دیگر نتوانستند به ایران بازگردند. بعد از 1 سال حضور در لندن سال 1358 به آمریکا مهاجرت کردند و در لس آنجلس ماندگار شدند. هایده بعد از انقلاب 57 علاوه بر برنامه‌های معمول خود در دانشگاه UCLA کالیفرنیا و تالارهای مشهور جهانی از جمله رویال آلبرت هال کنسرت‌هایی هم اجرا می‌کرد. هایده بارها گفته بود که من به صدای خانم دلکش واقعا عشق می‌ورزیدم و از طریق صدای خانم دلکش می‌توانم واقعا بگویم هنر را یاد گرفتم. هایده در مصاحبه‌ای تلخ‌ترین اتفاق زندگی خود را ترک وطن عنوان می‌کند و می‌گوید تنها امیدی که باعث شد به فعالیت خود در خارج از کشور ادامه دهد بازگشت به ایران بود. هایده که از دوران نوجوانی به بیماری دیابت دچار بود کم کم فشار خون و ناراحتی قلبی نیز به آن اضافه شد، اما بی‌اعتنایی او به سلامتی وضعیتش را بدتر کرد. او در آخرین شب زندگی خود در باشگاه کازابلانکا در حالی که وضعیت مناسب جسمی نداشت اما برنامه کنسرت خود را اجرا کرد، ولی روز بعد در 30 دی 1368 وقتی که 47 سال بود به خاطر سکته قلبی ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای خود درگذشت. هایده در گورستان وست‌وود در لس آنجلس کنار مادرش به خاک سپرده شد. در این گورستان فرانک زاپا و مرلین مونرو و خواهرش محسی نیز بعداً دفن شدند. در مراسم دفن این هنرمند نزدیک 20,000 نفر شرکت کردند، تا جایی که پلیس شهر ابتدا به زعم آشوب ایرانیان آماده باش اعلام کرد، اما بعداً متوجه موضوع شدند. در سال 2002 گروهی از دانشمندان ژاپنی صدای وی را کنتور آلتو، صدای نه بسیار کلوف، نه نازک و نه خشدار معرفی کردند. طبق اعلام این محققان ژاپنی تا به حال صدای هیچ زن خواننده‌ای به آن سطح نرسیده است.
در فروردین سال 1398 شهرداری لس آنجلس ستاره‌ای به نام این هنرمند در بلوار مشاهیر لس آنجلس در کنار بزرگترین هنرمندان جهان نصب کرد. نام هایده توسط شهرداری به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و هنری این شهر به ثبت رسید و با حضور دوستداران و خانواده‌اش نام او در تقویم شهری نیز درج شد. در بعضی از منابع گفته شده که هایده و مهستی رو ندیمه تاج الملوک مادر محمد رضا شاه زمانی که نوجوان بودن برای خدمتکاری به کاخ آورده بود و بعضی شب‌ها که تاج الملوک بزم خصوصی داشت و گروهی نوازنده و خواننده در اون محفل هنرنمایی می‌کردند، هایده و مهستی هم به تشویق تاج الملوک خوانندگی می‌کردند و خودی نشان می‌دادند. تو یکی از همین شب‌ها هایده و مهستی مورد توجه نوازنده‌ها قرار می‌گیرن و ازشون درخواست میشه که تست صدا بدن و همین شروع کار هنریشون بود. ولی این گفته‌ها از طرف خانواده پهلوی رد شده و گفته شده صحت ندارند و این دو خواهر خواننده هرگز از بچگی خدمتکار دربار نبودند و این یک شایعه است. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفا برای حمایت از کانال لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید. لطفا ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اون هم استفاده کنند.